نظام آخوندی در تله اتمی، مرحله تازه ای از جنگ گرگ ها بر سر زهر مذاکرات، اذعان به پنهانکاری اتمی، خسارات کلان ضد میهنی و غیظ و سوزش از روشنگری های مجاهدین. باند رفسنجانی روحانی. پس از پایان جنگ نطنز مخفیانه ساخته شد. در سال 81 سازمان مجاهدین خلق نطنز را لو داد و مشکل از همانجا آغاز شد. نظام به این نتیجه رسیده که باید به صورت آبرومندانه ای از چاه هسته‌ای نجات یابد. در شرایطی که مذاکرات مرحله نهایی توافقنامه زهرآلود ژنو دچار ناکامی است، جنگ گرگ‌ها بر سر زهر اتمی و پیامدهای آن برای سرنوشت نظام بحران‌زده آخوندها به مرحله تازه‌ای وارد شده است. از یک سو باند خامنه‌ای از ناکامی مذاکرات ابراز خوشحالی می‌کند، مرز سرخ‌های خامنه‌ای برای هیئت مذاکره کننده را برجسته می‌سازد، حسن روحانی و جواد ظریف را به خاطر تصریح و تأکید بر به نتیجه رسیدن قطعی مذاکرات به باد حمله می‌گیرد و سوی دیگر باند رفسنجانی روحانی و بسیاری از ریزشی‌های باند ولی فقیه ارتجا هر روز ابعاد جدیدی از خسارات کلان پروژه اتمی مخفی رژیم برای دستیابی به سلاح اتمی را برملا می‌کنند و با تلویح و تصریح ولی فقیه ارتجا و سیاست بیدنده و ترمز اتمی را به باد حمله می‌گیرند و تأکید می‌کنند که برای نجات رژیم از چاه اتمی چاره‌ای جز تن دادن به توافقنامه ژنو و سرکشیدن جام زهر اتمی مانند جام زهر جنگ وجود ندارد. رسانه‌های حکومتی روز 30 اردیبهشت اظهارات یکی از مهره‌های باند رفسنجانی روحانی را پیرامون بحران گریبانگیر آخوندها و سوز و گداز از افشاگری‌های مجاهدین خلق ایران که طناب دار اتمی را به گردن دیکتاتوری آخوندی انداخت منتشر کردند و نوشتند: پس از پایان جنگ هاشمی مسئله بازسازی نیروگاه بوشهر را مطرح کرد و نطنز مخفیانه ساخته شد، زیرا این گونه تلقی می شد که اگر ساخت آن اطلاع داده شود جامعه جهانی با آن مخالفت می کند. از سوی آژانس هم معتقد بود که نظام به دلیل استفاده نظامی از نطنز ساخت آن را اطلاع رسانی نکرده است. یکی از دلایل تردید جدی غرب به نظام همین فعالیت مخفیانه بود. در سال 81 نیز سازمان مجاهدین خلق نطنز را لو داد و خاتمی هم در 22 بهمن 81 خبر فعالیت نطنز را رسما اعلام کرد و در واقع مشکل از همانجا آغاز شد. از همان دوره بیان شده که انرژی هسته‌ای از نان شب واجب‌تر است و غرب قادر نیست مانع دستیابی ما به انرژی هسته‌ای شود. ولی بیان پیشرفت علمی در نطنز همانقدر خنده آور است که ما بگوییم در ایران خودرو مرزهای دانش را در می نبردیم. فعالیت هسته‌ای منجر به توسعه اقتصادی کشور نشده است. اما چرا وقتی فناوری هسته‌ای نتوانسته توسعه را به دنبال داشته باشد غرب با آن مخالفت می کند؟ پاسخ این پرسش این است که هر کشوری بتواند اورانیوم را 3% غنی کند می تواند آن را تا 90% که برای تولید سلاح هسته‌ای نیاز است غنی کند. غرب می گوید نظام موشک‌های زلزال خود را به حزب الله داده، پس چرا فناوری هسته‌ای را به آنها ندهد؟ اکنون غرب به ما اعتماد ندارد، ولی برای اولین بار حاضر شده به ما اعتماد کند. البته که آنها مثل عقاب بر ما نظارت دارند و ما نیز باید برای اعتمادسازی اجازه بازرسی و نظارت سرزده را بدهیم. غرب صحبت از بازده زمانی 15 یا 20 ساله دارند و ما دنبال بازده زمانی 5 ساله برای رفع تحریم ها هستیم، که البته این اختلاف ها قابل حل است، زیرا نظام به این نتیجه رسیده که باید به صورت آبرومندانه از چاه هسته‌ای نجات یابد.
ریحان خامنه ای. خوشبختانه مذاکرات وین 4 بی نتیجه مانده است. نتیجه مطلوب آمریکا و متحدانش نه فقط توقف فعالیت هسته‌ای نظام، بلکه تضعیف موقعیت نظام با دو هدف پلکانی تعریف شده بود. ابتدا تغییر رفتار و سپس تغییر ساختار نظام. توافقنامه ژنو مجموعه از امتیازاتی بود که با گشاده دستی به حریف دادیم و وعده‌های نسیه که به ما داده شد. نماینده ولی فقیه ارتجاد در کیهان آخوندی با ابراز خوشحالی از بی نتیجه ماندن مذاکرات وین 4 بین رژیم آخوندی و گروه 5 به علاوه 1 نوشت: معلوم شد مذاکرات 3 روزه نظام و 5 به علاوه 1 در وین خوشبختانه بی نتیجه مانده است. شاید تصور شود استفاده از قید خوشبختانه برای اعلام شکست و بی نتیجه ماندن مذاکرات هسته‌ای وین 4 نامتعارف و بدبینانه است، ولی این واقعیت قابل تردید نیست که مذاکرات هسته‌ای به دلایلی که پیش از این بارها گفته و نوشته این هرگز به نتیجه مطلوب نمی رسد، اگرچه این مذاکرات دستاوردهای غیر هسته‌ای دیگری دارد که ادامه آن را توجیه می کند. اکثر مسئولان کشور با خوشبینی به مذاکرات می نگریستند تا آنجا که کلید حل بسیاری از مشکلات را در آن می دیدند. طیف یاد شده با این توهم که آمریکا و متحدانش نسبت به فعالیت هسته‌ای نظام تردید دارند، برای جلب اعتماد حریف دست به تلاش گسترده‌ای زدند که در برخی از موارد با وادادگی نیز همراه بود. آمریکا و متحدانش به فعالیت هسته‌ای نظام و چالش پدید آمده در این میان با عنوان یک گروگان می‌نگریستند و این چالش را اهرم مناسبی برای مقابله با موجودیت نظام تلقی کرده و می‌کنند. مذاکرات در تمامی مراحل و موارد آن از اجلاس اکتبر 2003 تهران 29 مهر ماه 1382 گرفته تا نشست اخیر وین 4 نمی‌توانست و نمی‌تواند به نتیجه برسد، چرا که نتیجه مطلوب آمریکا و متحدانش نه فقط توقف فعالیت هسته‌ای نظام، بلکه تضعیف موقعیت نظام با دو هدف پلکانی تعریف شده بود: ابتدا تغییر رفتار و سپس تغییر ساختار نظام. توافقنامه ژنو به خلاف ادعای اولیه تیم مذاکره کننده هسته‌ای و اظهارات جناب روحانی که آن را تسلیم قدرت‌های بزرگ جهانی در مقابل نظام معرفی کرده بودند، مجموعه ای از امتیازاتی بود که متاسفانه با گشاده دستی آمیخته به وادادگی به حریف داده بودیم و وعده‌های نسیه‌ای که با هزار شرط و شروط و اما و اگر فقط قول آن را داده بودند. حریف اما با این توهم که مطابق توافق نامه ژنو از یک سو چالش را حداقل تا 25 سال دیگر و به نوشته نیویورک تایمز دست کم تا 50 سال دیگر کش خواهد داد، به یقین تیم محترم هسته‌ای کشورمان باید از این که با تدبیر یاد شده حریف را ناکام گذاشته است خوشنود باشد. اعلام خطوط قرمز خامنه‌ای از زبان نماینده ولی فقیه ارتجاع در کیهان. تیم مذاکره کننده هسته‌ای با نسخه‌ای که در آن خطوط قرمز و غیر قابل انعطاف نظام به وضوح ترسیم شده بود عازم وین شد. پاسدار حسین شریعت‌مداری نماینده خامنه‌ای در همین نوشته خود در کیهان 28 اردیبهشت 93 با طرح این سوال که چرا مذاکرات وین 4 بی نتیجه مانده، از جلسه که خامنه‌ای طی آن 5 خط قرمز مشخص را به تیم مذاکره کننده دیکته کرده بود پرده بر می دارد و می نویسد: حالا نوبت پاسخ به این پرسش است که چرا مذاکرات وین 4 بی نتیجه مانده، با شکست روبرو شد و چرا نگارنده از این شکست با واژه خوشبختانه یاد می کند. بعد از توافقنامه تحمیلی ژنو و برملا شدن ابعاد تخریبی آن که نه فقط علیه برنامه هسته‌ای کشورمان بلکه علیه اقتدار نظام اسلامی ایران تدارک دیده بودند، تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با نسخه‌ای که در آن خطوط قرمز و غیر قابل انعطاف نظام به وضوح ترسیم شده بود عازم وین شد. بر اساس این خطوط قرمز
تحقیق و توسعه غیر قابل مذاکره بود. بر لغو تمامی تحریم‌ها به صورت یکجا و نه تدریجی در توافق نهایی تأکید شده بود. درباره ظرفیت غنی‌سازی ایران نیاز کشورمان و نه نظر حریف ملاک و معیار بود. حفظ ماهیت راکتور آب سنگین عراق مورد تأکید قرار گرفته بود. ورود حریف به عرصه دفاعی و نظامی ایران ممنوع اعلام شده بود. نسخه یاد شده دشمن را که هرگز انتظار روبرو شدن با آن را نداشت ابتدا حیرت زده و سپس عصبانی کرد تا آنجا که در مواردی کار به مشاجره لفظی کشید و مذاکرات وین 4 که می توانست به شدت آسیب رسان باشد با شکست روبرو شد و تلاش همه جانبه و چند ماهه اخیر حریف خوشبختانه بی نتیجه ماند. یک مهره خامنه‌ای در مجلس ارتجاع. جیب مردم را آنهایی زدند که 3 سال به انگلستان پناهنده شدند. آخوند حمید رسایی عضو مجلس ارتجاع از باند خامنه‌ای در پاسخ به اظهارات آخوند روحانی که گفته بود باند غالب زیر لوای شعارهای توخالی جیب مردم را زده است، آخوند روحانی و رشوه‌خواری پسر رفسنجانی را به باد حمله گرفت و طی سخنانی در مجلس رژیم گفت: آقای ظریف، ما مانند آقای روحانی نمیگوییم که عده‌ای به نام ایستادگی در برابر ابرقدرت‌ها جیب مردم را زدند و اموال مردم را غارت کردند. آقای روحانی، آیا ایستادگی این بار دولت و تیم مذاکره کننده در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب برای زدن جیب مردم است؟ این چه نوع سخن گفتن است؟ آقای روحانی، جیب مردم را آنها زدند که نه تنها ایستادگی نکردند، بلکه 3 سال به انگلیس پناهنده شدند و در پرونده هایی مانند کرسنت و استادویل داشتند و در مکالمات تلفنیشان با یک ضد انقلاب اقرار می کنند که با بابا تقسیم کار کردند تا به نظام فشار بیاورند. توقع از آقای محسنی امروز این بود تا در خصوص این پرونده آقازاده سخن بگوید و تکلیف را مشخص کند. مردم منتظر آنند.